واقعیتش از ساعت 8:30 صبح این دوستان اومدن بیرون ساختمون مستقر شدن. تقریبا ساعت 9:10 صبح هم بود که پیست متصور اومدن. به اینها ملحق شدن که جمعی تقریبا 70-80 نفری شدن. این جمعی 80 نفری شروع کردن اول به شعار دادن و سخنرانی کردن و سیاست هاشون رو خوندن. سپس شروع کردن باز به شکستن شیشه ها و اساس هایی که سالم مونده بود، چون دیشب این کار رو انجام دادن به لحاظ شب بدن یه سری جاها سالم مونده بود. ساعت 3 بعد از ظهر رفتن اعلان کردن که میخوان بریم غروب برگردیم. این کارا منتظرشون هستیم که غروب برگردن تشریف بیارن. قرار بودش که آقای کروبی امروز در راهپیمایی روز قدس شرکت بکنن، وضعیت ایشون چطور هست؟ واقعیتش وضعیت ایشون داده روحی خیلی خوبه بونه، ولی خب رئیس حفاظت اطلاعات بچه ما زیر نظرشون هستن. دیشب با آقا تماس گرفته که ما اطلاع دقیقی داریم که امروز اگر در راهپیمایی شرکت کنیم میخوام با شما برخورد جدی کنن و احتمالی که چند نفر در اون راهپیمایی کشته بشن به خاطر حضور شما، ما پیشنهاد میکنیم که شما در راهپیمایی شرکت نکنیم که باعث ریختن خون بچه ها نشه. که آقا قبول کردن، گفتم من صبح این راهپیمایی رو نمیرم. گزارش های مخابره شده از زخمی شدن تعدادی از افراد در درگیری های دیشب. این آقایون که اول که اومدن سرن شیشه ها رو شکوندن، بلافاصله گاز اشعه رو انداختن توی ساختمون، بعد به دنبال اون شروع کردن تیراندازی کردن به سمت ساختمون. این سرتیم حاج آقا رفت بیرون که باشون صحبت کنه که آتیل اندازی نکنه، که این بند خدا رو گرفتن به طرز خیلی بدی زدنش که جوری کسان زیر دست و پای کتک این عرازل اوباش که ایشون بیهوش شدن. بله فاصله خواهدم وارد منزل بشن که دیگه اینجا محافظین واسطورم برخورد کردن باشون و آتیل اندازی کردن، که من شنیدم که 4-5 نفرشون زخمی شدن اینا، ولی الان سرتیم حاج آقا هم در بیمارستان هستن چون از ناحیه چشم و پهلو و صورت اینا به شدت آسیب دیده. واکنش نیروهای انتظامی تا کنون چطور بوده؟ سی بچه ها نیروه انتظامی کار خاصی هیچ انجام نمیدن واقعیتش. یعنی میان 4-5-6-7 سرباز میزنن. فقط دیشتر دل از ساعت 12:30 شب یه خود نیرو اومد که دیگه اینا دیگه خسته شده و میخواستن برن. این مدار میگان ویژه اومد واسات، ولی بعدی اونم رفتن. اصلا هم که دیگه نیروه انتظامی دیگه کاملا 6-7 سرباز فرستاده که دیگه هیچ کاری هم نمیکنن. یعنی جوری الان شده که کل محله صبح در محاصره اینا بوده، نه از شمال و جنوب و شرق و غرب و حتی کوچه های بالاتر از محله ما تمامش الان زیر قروق آلون مهاجمه و اینا. خانم فاطمه کروبی و آقای عبدالله خامنه‌ای نامه نوشتن. فکر میکنید که چه اقدامی شما میتونید و خانواده شما میتونه انجام بدین تا جلوگیری بکنید از هجوم این افراد به منزل آقای کروبی؟ والا یه حاج خانم که نامه رو نوشته مادرم دیگه اگه اقدامی بخواد بشه از طرف اونا باید بشه. الان دیگه اقدامی چیزی نیست که از طرف ما بخواد بشه ما اینا، چون ما فکر میکنیم که به اندازه کافی صحبت کردیم، اطلاع رسانی هم کردیم. الان همجا هم دارم اعلام میکنم یه اشخاصی که اینجا هستن که دارن میان از این افراد متهمه نیروی انتظامی هستن که عرادل اوباش هستن اینا، اینا به عنوان حزب الله برشتن آوردن اینجا که بعد حکمبازی میکنن، زیارت عاشورا میکنن، از اون طرف میکنن عرق هم دارن میخورن. یا این خود مسئول حکومتی باید تصمیم بگیرن، این چیزی نیست که ما بخوام تصمیم بگیرن. اساساً حکومت رو آورده به رفتارهایی که فکر میکنم در درون خود حاکمیت هم خیلی ها نسبت به این گونه برخورد مسئله داشته باشن. یعنی من بعید میدونم که مثلا آلمانی مثل آقای مهدوی کنی یا بعضی از اعضای حتی جامعه مدرسین قم یا بعضی از علمای ساکتی که در حوزه قم هستن دیگه این جور مسائل رو بتونن هضم بکنن. اصلا معلوم نیست که اتفاقاتی که دیشب افتاده تا چه اندازه که برنامه‌ریزی شده بوده. من امیدوارم برنامه‌ریزی شده نباشه، گرچه آقای خامنه‌ای نشون دادن که همه این مسائل حداقل با اطلاع میشن و هیچ گونه ممانعتی نمیکنن. من نمیدونم دیگه چه کار اگر آقای خامنه‌ای بکنه انسان میتونه او رو مسئول اتفاقات سطح جامعه در خصوص نیروهای مخالف بدونه. ولی اساس ماجرا اینه که حالا اگرم میخواستن که آقایون در راهپیمایی روز قدس شرکت نکنند، خب کفایت میکرد همین مثلا فرض کنید که نیروها بیان اونجا مثل شبهای اول و مستقر بشن و ندارن که ماشینهای کروبی مثلا از اونجا گذر کنه، به همین میتونستن اکتفا کنند. ولی این که دیگه با نیروی مسلح حمله کنند، آتش بزنند، افراد رو زخمی بکنند و اگر میخوان مثلا فرض کنید که مخالفان و معترضانی که راههای مسالمت آمیز در پیش گرفتن میخوان بکشند و ترور کنند، خب این کارو بکنند دیگه. یعنی برای چی معطل چی هستن؟
هستند. این وحشی بازی ها و این وحشیگری ها اونم با حضور نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی و با اطلاع کامل مسئولین مملکت و خصوصا رهبری، این نمیدونم دیگه چه معنایی میشه براش گذاشت و چه تحلیلی میشه کرد، الا اینکه آقایون از سر استیصال دیگه اصلا عقل و منطق و همه چیز رو طلاق دادن و دارن به مسیر دیگری رو طی میکنن. و تاثیر این گونه برخوردها فضای سیاسی جامعه ایران رو به چه سمت سوی خواهد برد آقای قابل؟ من به نظرم میاد که حاکمیت، یعنی اون بخش کوتاهی که بعد از انتخابات دست به کوتا زده و این جریانات رو الان داره مدیریت میکنه با نظارت رهبری، به نظرم میاد اینا میخوان آنچنان فضا رو تلخ و سنگین بکنند و سیاه کنند که نیروهای مخالف و معترض اونها دست به خشونت بزنند، یعنی اینها عصبانی بشن و دست به اقداماتی بزنند تا مجوزی باشه برای سرکوب‌های بیشتر، مجوزی باشه برای خشونت بیشتر از طرف حاکمیت. و فکر میکنم که ما هر اتفاقی که برامون بیفته باید تو دام رقیب خودمون نیفتیم و به هیچ عنوان دست به خشونت نزنیم، کاملا منطق و روش و منش خودمون رو حفظ کنیم و با سناریویی که اونها می‌نویسند ما بازی نکنیم.